به نام خدا، سلام. میخوایم یه در واقع تو این قسمت یه گذری داشته باشیم بر نحوه برنامه‌نویسی شبکه و اصلا ببینیم توی یک محیط شبکه‌ای، شبکه‌وار چجوری میتونیم ما در واقع یک سرویس دهنده و سرویس گیرنده، اصطلاحا یک کلاینت و سرور توی شبکه بنویسیم. ما حالا چند تا پروتکل دیدیم، مثل DNS، مثل تی و HTTP با هم یه بررسی کردیم، در رفتیم جلو. حالا میخوایم ببینیم چجوری اسم میشه اینا رو نوشت. خب ببینید، برای این بحث یک مفهومی هست به نام ساکت پروگرامینگ، به نام ساکت پروگرامینگ، به نام برنامه‌نویسی سوکت. حالا سوکت همون میشه چه میدونم فارسی، نمیدونم سوکتو چی میگن، درگاه فکر کنم. آره حالا اگه اشتباه نکنم. ساکت اصلا چیه؟ ساکت در شبکه به یک IP به اضافه پورت میگن ساکت. در واقع میشه IP دو نقطه پورت. و حالا ما همین چجوری در یک کامپیوتر میشه یک ساکت رو باز کرد و یک کسی بهش وصل بشه و باهاش صحبت کنیم. ببینید، ما برای این قسمت از زبان جاوا استفاده میکنیم. حتی توی کتاب کروسه اگر مراجعه کنید فکر کنم به زبان پایتون هم مثالهاش رو پیدا می کنید، ولی ما فعلا میایم یه TCP سرور ساده و جاوا بنویسیم. من برای پیشبرد این در واقع قسمت از یه سایت توتوریال بار خارجی استفاده کردم به نام، فکر میکنم بایدونگ، حالا در تلفظش فکر کنم هندی باشه. ما میخوایم با استفاده از این، با کمک این نگاه کردن، بریم اونور بنویسیم. خب ببینید، من یک کلاس درست کردم به نام ساکت سرور و حالا ببینیم چه چیزایی نیاز داریم اینجا که بتونیم باش حالا کارمون رو انجام بدیم. ببینید، در جاوا یک مفهومی هست به نام سرور ساکت که در واقع یک سرویس دهنده ساکت رو روی کامپیوتر شما راه میندازه و یک مفهوم دیگه هم هست به نام ساکت که هر وقت یک کلاینتی به سرور شما وصل بشه اون رو به شما برمیگردونه. بذارید من اینجا، در واقع اینجوریه، ما یک چیزی داریم به نام سرور ساکت، همچین حالتیه. وقتی یک کلاینت بهش وصل میشه، در واقع بهش کانکت میشه، در پاسخ یه دونه ساکت برمیگردونه که در واقع یک استریمی هست بین کلاینت به این سروره که میتونیم باش کار کنیم. بیاید با هم ببینیم چه جوریه. پس من ابتدا به ساکت باید یک سرور ساکت که از پکیج جاوانت در واقع درست میشه داشته باشم. همینجا حتی میتونم نیوش کنم. حالا باید پورت و اینا رو هم بهش بدم. حالا ترجیح میدم اینجا میتونیم ببینیم که چیا میخواد. یه دونه unbound در واقع سرور درست میکنم. من اونجا این کار انجام نمیدم، فعلا همینجوری میذارم باشه که بعدا اینیشیالایزش میکنم و این اصلا پرایویت اصلا باشه که بیرون کسی نبیندش. و دیگه چی میخوام؟ دیگه یه دونه هم در واقع کلاینت میخوام که اگر کسی به هم وصل بشه اون رو داشته باشم. خب برای این که این رو بسازیم ما یک پورت هم میخوایم.
بنابراین من باید یه دونه اینجا private int port هم بگیرم و وقتی که من پورت رو گرفتم تو سازنده میتونم بسازم. من تو سازنده میگم شما فقط به هم پورت رو بده و وقتی به هم پورت رو دادی میام مثلا میتونم بذاریم باشه که چیزش میتونیم بگیم که سرور ساکت مساوی نیو سرور ساکتی از اون پورتی که در واقع داریم. حالا این میگه میتونه اکسپشن هم بده، میتونیم آیا اکسپشن بدیم مثلا پورت اشغال باشه یا حالا به هر دلیل این سوکت رو نتونیم را بندازیم. و من یه دونم متد ساده میذارم، یه متد void به نام مثلا serve، یعنی شروع سرویس دهی کنیم مثلا از روزم استارت، که وقتی این متد رو کال بکنم این سرور من شروع کنه به سرویس دهی. خب وقتی من استارت رو بزنم اصطلاحا سوکت سرور باید اینقدر منتظر بشه تا یک کلاینتی بهش وصل بشه. در واقع من اکسپت رو که میزنم ببینید اینجاست، این در واقع متد اینجوری میگه، میگه lessons for a connection to be made، یعنی اینقدر وای میسته تا یک کانکشن به این سرور یکی برقرار بکنه و هر وقت که برقرار شد یک آبجکت ساکت درست میکنه و میذاره توی کلاینت. یعنی اگر از این خط رد بشم من الان یک ساکت باز دارم از یک فردی توی حالا یک جایی از دنیا که ممکنه حتی خودم باشم به فلان پورتی که دارم روش گوش میدم. دیگه این کلاینت برای خودش میتونیم مثل یک در واقع انگار یک کانکشن شده دیگه، میتونیم ببندیمش، میتونیم ازش یه چیزی بخونیم و یه چیزی ازش بنویسیم. ما توی این توتوریال توی این قسمت فقط میخوایم هر چیزی که در واقع اصلا اینجوری بگیم، فقط میخوایم هر وقتی که به من کانکت شد بهش بگم هلو و خارج شم در همین حد، یعنی چیز بیشتری اصلا نمیخوام. حالا تو اینجا این مثال زن فرق داره، یه چیزی میخونه و اگر مثلا هلو سرور بود میگه هلو و بعد میگه اونو مثلا نشسته، ولی من فعلا ساده میخوام ببینم، میگم هر کی بهت وصل شد شما در واقع آوتپوت استریمش رو بگیر، در واقع من الان دارم استریم خروجی به اون سمت، یعنی من هر چی الان تو این استریم بنویسم میرسه به کلاینت و بگیم استریم دات حالا این رو اینجوری نمیتونیم رایت کنیم، بگیم پرینت رایتر استفاده کنیم از پرینت رایتر پرینت رایتری از استریم و بگیم آقای رایتر بیا و println کن hello و بعد بگیم writer. حتما writer رو close باید بکنیم، یادم میتونیم flash هم بکنیم و stream پایینی رو مثلا close میکنیم و بعد میایم client خودمون رو هم close میکنیم. حالا اینو میتونستیم با حالا توی جاوا با حالت try with resources انجام بدیم که اگر اکسپشنی رخ میده این بسته بشه، ولی الان فعلا خیلی به اون نمیخوایم بپردازیم. خب من یه دونه اینجا متد main باز میکنم، میخوام سرورم رو درست کنم، حتی به این هم فکر کنم خیلی بزیدم هست کنم چون نیازی واقعا بهش نیست. خب من یه دونه socket server به نام server نیو میکنم مثلا روی پورت 7000 خودم، هر اکسپشنی هم باید میرزمش بیرون و بعد میگم server.start. بیاید اجراش کنیم ببینیم اصلا کار میکنه یا نه. خب اومد بالا، من باید اینجا که مثلا بذارید چند تا اینجا پیام بذاریم، بگیم server started مثلا و اینجا بیاییم بگیم دوباره بیا چاپ کن بگو client
کانکت و بعد بنویس اینجا که hello sent به دوره اجراش کنیم. الان سرور استارتد میاد و خب منتظر یه فریادرسی از سمت ماستیه. حالا این روشه پورتی گوش میکنه، میتونیم با هم ببینیم. این خیلی زیاد میشه، ما که میدونیم حالا رپ کنیم جاوا رو، یعنی جاواهایی که من دارن گوش میدن این روی پورت 7000 داره گوش میکنه. حالا من همون 7000 که من زدم، حالا میتونم با نتکت بهش وزشم، بگم نتکت روی چه آی پی به خودم میخوام وزشم، بگم 120.0.0.1 چه پورتی؟ پورت 7000. ببینید الان همین که من وزد شدم، کلاینته به من در واقع کانکت شد و اصلا فوری پاسخ هم رو داد و بسته شد. حالا من یه انتر بزنم دیگه خودش هم میاد بیرون. دوباره بزنم، خب کسی نیست که گوش بده. پس این من الان هر دفعه اینو ران کنم، هم اولین کسی هم که وصل بشه یه هلو بهش میگه، تمام کانکشن رو میبنده و اصلا برنامه هم تموم میشه. این سرور خیلی خیلی ساده، هر کی بهش وصل شه میگه هلو و میمیره. حالا این چیز خوبی نیست اگر قبول داشته باشید اینکه من بیام همین که به سرور وصل شدم بهم بگه سلام و بعد دیگه کل سرور بیاد پایین. خب ما چیکار کنیم؟ یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که در واقع اینجا یک لوپ باید قرار بگیره که هر وقت یکی وارد شد و هلو رو بهش نمیم تموم شد دوباره بیایم سر خط. یعنی در واقع اینجا ما باید یک وایل داشته باشیم اینجا، مثلا بگیم یه حلقه بی نهایت، بگیم while true. حتی این اصلا روش خوبی برای زدن سرورهای در واقع چیز نیست، سرورهای نتورکینگ، فقط برای که شما نشون بدم. اینجا هم بگیم waiting for connection، waiting for a connection. خب یعنی من یه توی حلقه وای گذاشتم، در واقع اگه هر چند بار دیگه وصل بشیم دیگه لازم نیست هی ریستارت کنم. یعنی من الان همین که وصل شدم یه هلو به من میگه، دوباره وصل بشم یه هلو به من میگه. یعنی من شما اینجا میبینید که چندین بار بذار بعد اینجوری کنم که راحت تر شما ببینید. من وصل شدم یه هلو میده و همینجوری هر کی واسه بهش میگه هلو و باهاش خداحافظی میکنه. خب حالا این تو اینجا یاد گرفتیم که سوکت، در واقع ساکت در جاوا یک استریم خروجی داره که من میتونم بنویسم آیا ازش میتونم چیزی بخونم؟ بله، چرا که نه. حالا بذارید یه ذره سرورمون رو تغییر بدیم و یک سرور خیلی باحالتری بنویسیم که یه ذره کارهای بهتری بکنه. برم من اینجا براتون سرچ کنم، ما میخواییم اکو سرور بنویسیم. توی شبکه معروفه که هرچی رو در واقع بگیره به شما برمیگردونه. بذارید من اینجا بگم توی این دیاگرامه بنویسم. الان مهدفمون نوشتن یک اکو سروره در واقع اینجوری میخوام باشه، کلاینت هرچی بهش بده lowercase رو، lowercase چیزی رو که داده رو بهش برگردونه. حالا اگه lower هم بود که lower. خب بیایم اینجا رستاپ کنیم، این رو بکشیم یه ذره پایین. خب اینجا میگیم waiting for connection، accept میکنه، client connect شد. حالا من برای اینکه این کارو بکنم باید بیام در واقع استریم ورودی ساکت رو باز کنم. پس میام میگم اسم این رو بذارید، اجازه بدید من بنویسم output stream، output stream، و من یه دونه استریم دیگه دارم به نام client.input stream. این در واقع جریان ورودیه. اسم این هم میذارم input stream مساوی این، بعد اینجا میزنم create کنه و
و بعد میتونم یه چیز داشته باشم به نام استریم ریدر. اینپوت استریم ریدر، ریدر مساوی نیو اینپوت استریم ریدر یا از اینپوت استریم. حالا نکتهش اینه که این اکو سروره در واقع، حالا میبینیم حالا اینجوری که نوشتم، همین که شما چیز بشارید کانکشن رو قطع میکنه. حالا اب نداره فعلا، بگیم ریدر دات رید داره. خب اینو چکا بکنم که یه دونه لاین بتونم بخونم. اینپوت استریم ریدر، بافر ریدر هم که نداره، اسکنر میتونم فکر کنم از اسکنر بهتر باشه. اسکنر، اسکنر مساوی نیو اسکنر یا از اینپوت استریم، و بعد بگیم فکر کنم اسکنر میتونیم بیتونیم داشته باشیم. چیا داره؟ نیکس داره، نیکس لاین، ایوه لاین رو سرش کنیم. اولا من خواهم یه خط بخونم دیگه، میگیم لاین مساوی یک استرینگ، و بعد من توی بافر خروجی میخوام پرینتلن کنم لاین دات تو لوور کیس. خب بیایید این مثال ساده رو با هم ببینیم. هر چی که ورودی من میخونم تو اینجا، حالو یه ذره اینا رو یه ذره فاصله بدم، همون رو میام در خروجی لوور کیسش رو مینویسم، ببینیم کار میکنه یا نه. دوباره وصل میشم، من وصل شدم بهش، مینویسم سلام آل کپس، سلام به من داد و منو بست. یعنی من سلام گنده نوشتم، سلام کوچیکو در جواب گرفتم. حالا سلام کوچیکم بنویسم همونو میگیرم دیگه. حالا حتی اگه همچین چیزی هم بنویسم یه سلام کوچیک میگیرم. خب ما الان یاد گرفتیم که چجوری میتونیم از ورودی بخونیم و چجوری تو خروجی، در واقع از ورودی بخونیم تو خروجی بنویسیم. خب حالا این نکته ببینید دوستان، الان تو اینجا چند تا نکته وجود داره. این سرور من انگار با اولین اکشن کار خودش تمام میکنه و میبنده. آیا من کاری میتونم بکنم که این سرور همینجوری به کار ادامه بده؟ بله میشه. اگر من بیام توی همین مثال ادامهش رو نگاه کنم، یادم میاد که یه داره، آره continuous communication یه همچین چیزی رو داره. یعنی من میتونم شروع کنم بگم حالا یه، حالا اینجا از buffer reader استفاده کرده، حالا من از اسکنر استفاده کردم، خیلی فرقی با هم نداره. تا زمانی که دیگه read line next line مخالف نال باشد بیا این کار رو بکن. یعنی تا زمانی که اون نبسته، من حتی نیکس لاین نال ببینیم چجوریه، این نال برمیگردونه یا نه. if no line was found، خب بذارید ما هم از اینجا از buffered stream reader استفاده کنیم. buffered input buffered stream the buffered reader buffered reader so we new buffered reader yes همچنین چیزی dot read line. خب این چی میگه؟ این دوستمون میگه exception داره، میگه یه reader، فکرم یه reader دیگه هم باید باز کنیم. ریدر تو ریدر، حالا اینجا بگیم نیو اینپوت استریم ریدر از این آقای استریم ریدر. اوکی، خب من الان اینجا میتونم یک کار ساده بکنم، بگم اینجا بیام بگم وای، در واقع این رو بیارم تو تا زمانی که بگم باید بیارم بیرون، بگم string line مساوی
مساوی رید لاین نامساوی بود با نال. و این رو توی پرانتز باید بکنم بذارم که خراب نشه. خب میگم تا زمانی که این خطی که میخونی به قول معروف خاتمه پیدا نکرده، بیا این احوالات رو داشته باش. و آیا آتپوت استریم رو کلوز کنیم؟ نه، اینجا دیگه آتپوت استریم رو کلوز نمی کنیم، ولی رایتر رو باید کلوز کنیم. این هم بیاریم بیرون چون یه دونه استریم کافیه. فقط اینجا یه نکته داره که من هر چی می نویسم آتپوت استریم دوت فلاش رو کال کنم که مطمئن بشم بافران به سمت شبکه خالی میشه. خب حالا یک قاعده پیچیده تر شد. کلاینتی که هر دفعه هر خط رو میگیره دیگه کارش تموم نمیشه. من شروع کنم بگم سلام، اون میگه سلام. اکسپشن داشتیم چی شد؟ یه کاری رو خراب کردیم. میگه تو اینجا سوکت چی شده؟ ساکت کلوزد؟ چرا؟ چون من کلوزش کردم، من که کلوز نکردم. چرا ساکت کلوزد؟ جالب شد. تو اینجا که من دارم رید لاین میکنم میگه ساکت کلوزد میگیرم. بذارید من این مثال ببینم. شاید چون از اون ورینی داره منو میبنده فکر نمی کنم. چون اوکی من مشکل از من بود، ببخشید. اینجا باید فلاش بشه، نباید کلوز رو کال کنم، چون کلوز بکنم پایینی رو میبنده دیگه. خب دوباره اجازه بدید این کار رو بکنم. بگم سلام، به من گفت سلام. بگم سلام، میگه سلام. بگم الکی، میگه الکی. بگم مثلا هر چی دیگه بگم همون رو اکو میکنه، یه عالم رو بگم اله کوچیک میده و این تا ابد ادامه داره. حالا اینجا من میتونم تریکی هم بزنم، مثلا میگفتم اگر لاینه با کویت برابر بود، مثلا میام میگم اینجوری بگم دیگه. مثلا اگر لاین دات ایکوالز کویت، مثلا حتی بهتره تو اینجور مواقع کویت رو بیاریم بیرون که نال پوینتر نگیریم. مثلا بگیم بریک کن. اگه مثلا دیدی خطی که نوشته طرف کویته دیگه میاد بیرون اینجوری، یعنی من یه حالت کنترلی هم روش دارم. یعنی مثلا میام میگم سلام، به میگه سلام، میگم هی، اینجا علکی چیزی نمی‌نویسم و هر وقت هم که خواستم میگم کویت و خارج میشه. اینم از یه سرور خیلی ساده، یک TCP سرور خیلی ساده در زبان جاوا با یک حلقه ساده که یک اکو سرور ساده است. خب ببینید الان اگر این کد رو ببینید، من چند تا مشکل تو این کد میبینم. یکی از مشکلاتی که در این کد وجود داره اینه که چند تا کلاینت با هم نمیتونن به این سرور وصل بشن. امتحانش مجانیه. من اینجا وصل میشم، شروع میکنم سلام علیک کردم با سرور، بعد دوباره میام وصل میشم به سرور، دیگه نمیتونه این به من جواب، به این جواب نمیده. چرا اینجوریه؟ این ویوی رام کجا رفت؟ میام بزنیم اینجا باشه. میبینید به من دیگه جواب نمیده و حتی من وصلم میشم چیزی بهم نمیگم. بذارید یه بار من همینا رو چیز کنم. ببینید خب کلاینت اول الان وصل میشه، این آقای اول، کلاینت اول وصل شد و یه سری شروع میکنه واسه سرور صحبت کرد. حالا کلاینت دوم وصل نمیشه، میبینید صحبت هم نمیتونه بکنه چون وصل نشد. الان من اینجا بزنم این کانکشن ساکسید شد، یعنی کانکشن انگار به سمت پورت 7000 از طرف OS اکسپت شد، ولی برنامه ما اکسپت نمیتونه بکنه. چرا؟
چون ما یه ترد بیشتر نداریم. ما وقتی که یه ترد داریم و اون ترد مشغول پاسخگویی به کلینت، خب برنامه ما اینجوری این تو این توه دیگه، اینجا اومده مثلا اکسپت کرده، اینجا رو باز کرده داره اینجا کار میکنه، من دستم دارم نشون میدم اینجا داره کار میکنه دیگه. ولی بعدیه که میاد، یعنی فرض کنید یه کلاینت، یعنی در واقع اینجا گیره، یه دونه ران تایم داریم ما. خب اگه بخوایم این کار رو درست کنیم، بذارید من بیام اینجا، اگر بخوام این رو درست کنم، سرور من باید یک چیزی داشته باشه به نام ترد، تردینگ در واقع. اینجا از یک تکنیکی معمولا استفاده میشه به نام ترد پول. یعنی چی؟ من دارم می‌نویسم میام پایین تر. یعنی سرور تو خودش یه سری ترد داره و هر وقت هر کلاینتی میخواد کانکت بشه بهش، بگیم کلاینت یک، به یکی از سرورها، به یکی از تردها وصل میشه. بعد کلاینت مثلا دو بخواد کانکت شه، اینو میده به یه ترد دیگه. هر چند ترد من اینجا داشته باشم، یعنی اگه مثلا 1000 تا ترد داشته باشم، این سرور میتونه به 1000 نفر به صورت همزمان پاسخ گویی داشته باشه. حالا فکر کنم دیگه تو اینجا بخوایم راجع به این صحبت کنیم خیلی زیاد بشه ویدیو، اون همینجوریش هم زیاد شده. حالا نمیدونم، حالا شاید توی قسمت بعدی راجع به این با هم صحبت کنیم که چجوری میشه مالتی ترد نوشت که سرور به چند نفر جواب بده، یا هم بیخیالشیم و بریم سراغ مباحث بعدی. خب به نظرم بعد جایی نیستیم الان. پس شما یاد گرفتید که چجوری توی یک زبانی مثل جاوا یک در واقع ساکت رو میشه باز کرد که روش گوش بدید و از بیرون افراد بهش متصل بشن و هر فردی که متصل میشه یه ساکت شما در اختیار دارید که یک استریم ورودی خروجی و یک استریم ورودی بهش هست و میتونید دیگه هر کاری که خواستید با اون کلاینت تو اون ور دنیا انجام بدید. در واقع انگار توی فایل دارید می‌نویسید و از فایل دارید می‌خونید. و واقعا در حالا توی یونیکس و لینوکس واقعا این تیپی هست، یعنی اینا یه فایل دیسکریپتور بهشون اساین میشه، یعنی هر چیزی یا پردازه است یا یک فایله که حالا دیگه الان نمیخوام روش خیلی صحبت کنم. تو قسمت بعدی اگه حالا طلبید ان شاءالله میریم سراغ مالتی ترد کردن این سرور و یک چیزایی تو این مایه ها. و آهان بذارید قبل از اینکه حالا خداحافظی کنم باهاتون، تا وقتی که این سرور بالاست بهتون نشون بدم که میشود این سرور حتی با این کلاینت خودمون هم وصل بشیم. حالا میبینید که این داره میچرخه که وصل بشه، حالا من اینجا چاپ نمی کنم، اگر اینجا گیره ببخشید، من اینو باید خلاصش کنم، این هم خلاصش کنم. ولی به همین، یعنی با HTTP هم به همین میشه وصل شد. حالا بذارید اینجا بهتون بگم ببینم، بذارید من ریرانش کنم. خب الان waiting for a connectionه، EF5 میزنم من بهش. حالا اگر ببینید کلاینت کانکت شد، داره میچرخه دیگه، منتظر جواب اونه، احتمالا یه چیزی فرستاده بهش و من اگه اینو استاپ کنم احتمالا تو بافر اون چیزی که گیر کرده. حالا دقیقا انگار هر چیزی که این بروزره داد من بهش برگردوندم، گفتم get slash فلان، یعنی دقیقا این چیزی که بروزر به من گفته من همونا رو به خودش برگردوندم چون اکو سرور. یه از این داستان دیگه، فعلا با تون خدافزی میکنم تا ویدیوهای بعدی. فعلا خدا نگهدار.